هجدهمین روز بهمن ماه مطابق با 7 فوریه، روز نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی. در تقویم های ایران این روز به عنوان روز نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی نامگذاری شده است. سال 672 خورشیدی برابر با 1294 میلادی، گیخاتوخان مغول حکمران ایران که مردی ولخرج و بی سیاست بود، تصمیم به رایج کردن پول کاغذی یا همان اسکناس گرفت و آن را چاو نام نهاد. اما طولی نکشید که علم مخالفت با اسکناس از هر سو به ویژه شیراز و تبریز برافراشته شد. بنابراین این پول کاغذی نتوانست بیش از چند ماه دوام بیاورد. سال 856 خورشیدی برابر با 1478 میلادی، زادروز سر تامس مور فیلسوف انگلیسی که در داستانی به نام اوتوپیا یا مدینه فاضله از مناطقی سخن میگوید که نظام‌های حکومتی متفاوتی دارند و این نظام‌ها از استبدادی تا دموکراسی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند، اما در نهایت از منطقه‌ای صحبت می‌کند که در آن منطقه همه کارها به بهترین وجه و به سود همه مردم انجام می‌گیرد. سال 1190 خورشیدی برابر با 1812 میلادی، زادروز چارلز دیکنز نویسنده انگلیسی که به خاطر بیان صریح واقعیت‌های جامعه‌اش به عنوان بنیانگذار سبک رئالیسم شناخته می‌شود. سال 1263 خورشیدی برابر با 1885 میلادی، زادروز سینکلر لوئیس داستان نگار آمریکایی. سال 1328 خورشیدی برابر با 1950 میلادی، دکتر محمد مصدق در اجتماعی بزرگ که در میدان بهارستان به دعوت جبهه ملی ایران برای اعتراض به جریان انتخابات سنا و مجلس شورای ملی برگزار شده بود، خطاب به ایرانیان گفت که دولت با گشودن مجلس پیش از برگزاری انتخابات شهر تهران مرتکب نقض قانون شده است. سال 1332 خورشیدی برابر با 1954 میلادی، به درخواست دولت وقت ایران دکتر شاخت اقتصاددان آلمانی برای سومین بار در طول 3 دهه به ایران آمد تا برای مسائل اقتصادی و پیشرفتش راه حل‌هایی به دولت ارائه دهد. سال 1332 خورشیدی برابر با 1900 میلادی، عضویت جیمز هاردی یک کارگر ساده در پارلمان انگلستان منجر به تأسیس حزب کارگر در این کشور شد. سال 1332 خورشیدی برابر با 1990 میلادی، گورباچوف رهبر وقت حزب کمونیست شوروی پس از آنکه این حزب 73 سال تنها سکاندار کشتی قدرت در جماهیر شوروی بود، اجازه تأسیس احزاب دیگر را در این کشور صادر نمود. سال 1343 خورشیدی برابر با 1965 میلادی، بمباران گسترده ویتنام شمالی توسط هواپیماهای جنگی آمریکا.